سلام رفقا، من محمد امین از فارسی گیم تیوی هستم. توی ویدیوی امروز پیشرفت‌های شوم شرکت پلی تایم رو بررسی می‌کنیم. همونطور که تلاش می‌کنیم حقایق پنهان در پشت داستان پاپی پلی تایم رو کشف کنیم، در این ویدیو سعی می‌کنیم به سوالات بحث برانگیز زیر پاسخ بدیم. بر اساس شواهد محدودی که تا الان از فصل اول بازی به دست آوردیم، اولا شرکت پلی تایم چیه؟ ثانیاً چرا کارکنانش گم شدن و چه اتفاقی براشون افتاده؟ و اینکه داستان اون عروسک پاپی زنده پلی تایم چیه که پایان فصل باش روبرو شدیم؟ پس بشینید، لم بدید و بیاید در مورد وحشت این کارخونه اسباب بازی فاسد تحقیق کنیم. قبل از دیدن ویدیو یادتون نره لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. در اینستاگرام هم مطالب متفاوتی میذاریم، پس اونم فالو کنید. لینک دیسکوردمون هم داخل دیسکریپشن میذارم، حتما اونجا جوین بشید و با ما در ارتباط باشید. حالا بریم سراغ ویدیو. شرکت پلی تایم از سالها قبل وجود داشته. میشه گفت نه تنها در تاریخی که قهرمان داستان ما بر روی نوار VHS ارسال میشه، بلکه با اطلاعاتی که با بررسی کارخونه به دست میاریم. برای مثال به اینجا توجه کنید. ماشین دوستساز در سال 1960 توسط بنیانگذار شرکت الیوت لودویک طراحی شده. اسباب بازی که شرکت پلی تایم رو سر زبون ها آورد پاپی پلی تایم بود. عروسکی با موهایی که بوی گل شقایق میداد و این توانایی رو داره که با صحبت با افراد ارتباط برقرار کنه. Her name is Poppy and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. این فناوری پیشگامانه شهرت زیادی برای کارخونه دست و پا کرد. حتی اونو برای تورهای راهنما باز کردن. در طی سالهای بعد شخصیت‌های زیادی خلق شدن، از جمله بوگی بات، کندی کت و مشهورترین اونا هاگی واگی که در سال 1984 طراحی شد. این تلسم آبی با دست‌های کشیده میتونست کسی رو در آغوش بگیره و محبوب‌ترین اسباب‌بازی شد که تا به حال از پلی تایم بیرون اومده. جدای از ایجاد فناوری پیشرفته که زمینه جدیدی رو برای اسباب‌بازی‌های تعاملی ایجاد می‌کرد، به نظر میرسه الیوت لودویک یه تصور عمومی عالی برای شرکت خودش درست کرد که تا حد امکان برای کودکان نیازمند مفیده. شرکت پلی تایم برنامه‌هایی برای کمک به کودکان بی سرپرست داشت. تهیه اسباب بازی برای بازی و کمک به یافتن خانه‌های با داوطلب‌های مناسب. با این حال با وجود یه ظاهر خیریه در نمای بیرونی، پلی تایم از کارکنان خودش به همون اندازه مراقبت نمی‌کرد. انگیزه کارکنان در پایین‌ترین سطح ممکن بود. با شکایت کارگران از شرایط سخت و حمایت اندک موافق خودشون. این یه مورد کلاسیک از شرکتیه که تصور عموم ازش خیلی عالیه که به ایمنی و رفاه کسانی که داخلش کار میکنن اهمیتی نمیده. با وجود شرایط ناخوشایند کاری، پلی تایم به نوآوری ادامه داد. ایجاد فناوری‌های بیشتر و بیشتر که قبلا دیده نشده بود. مثل بسته چنگکی انقلابی. اونا همچنین به این متهم شدن که از آخرین تدابیر امنیتی برای حفظ اسرار علمیشون استفاده کردن. علی‌رغم همه اینا یه فاجعه وحشتناک در این مرکز رخ داد و یه روز تمام کارکنان بدون هیچ اثری ناپدید شدن. خب دقیقاً چه اتفاقی برای کارکنان مفقود شده افتاد؟ خب اگه نگاهی به یادداشت ارسال شده به پیشکسوت و کارمند سابق شرکت پلی تایم بندازیم، نویسنده به ما اطلاع میده که کارکنان هنوز اینجا هستن. همچنین باعث میشه قهرمان بدشانسمون گلو پیدا کنه که در فصل جمع‌بندی انجام میدیم. این خودش ما رو به محل خود پاپی پلی تایم هدایت میکنه. قبل از رسیدن به گل اونقدر زمان داریم تا یکم کارخونه رو بررسی کنیم و متوجه پاشیدن خون در قسمت‌های مختلف دیوارها و کف‌ها بشیم. این نشون میده که حداقل تعدادی از کارکنان در واقع در محل کشته شدن. با این حال بدنهاشون از صحنه جنایت حذف شدن. سوالی که باید در ذهنمون باشه اینه که اینجا دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟
و این سوال در یه نوار ویدیویی بدون برچسب پاسخ داده شده که شامل آخرین ضبط‌های شناخته شده یک دانشمنده. Final log in relation experiment 1006 the prototype though still missing today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process which should have under no circumstances been left unaccounted for. اولا به نظر میرسه که فریادهای پس زمینه متعلق به کارکنان شرکت پلی تایم هستش که از اتاق امن عایق شدن. دانشمند خودشو برای ساختن این ویدیو حبس کرده. این کارمندان بیرحمانه تحت آزمایش 1006 شکار شده و کشته میشن. پس به نظر میرسه خونی که باش مواجه شدیم مربوط به قربانیان این آزمایش وحشیانه است. در واقع میتونیم تشخیص بدیم که آزمایش 1006 کیه؟ اون چیزی نیست جز خود هاگی‌واگی. در موارد اندک وقتی توسط هاگی کشته میشید میبینید که متن زیر روی صفحه نمایش چشمک میزنه. آزمایش 1006. فوق‌العاده نیست؟ شرکت پلی تایم در آزمایش‌های ظالمانه شرکت کرده با ایجاد موجودات خطرناک با هوش بالا، همونطور که بار دیگه در این ویدیوی ضبطی بیان شده. Coordination and cooperation is evidently within his skill set as well as the skill set of all other experiments of his type. به احتمال زیاد این تلسمای قاتل با اهداف دوستانه و دوست داشتنی ایجاد نشدن. گام بعدی در نوآوری علمی برای شرکتی که مایل به ساخت اسباب‌بازی‌های زنده هستن. خب تولیداتشون یه موفقیت بود. رفتار اونا چنین نبود. با این حال پس از آزمایش 1006 به نظر میرسید شرکت هرگز بهبود پیدا نکرد و تا زمان ورود ما به مدت 10 سال در حالت خرابی خابیده بود. شواهد بیشتری در مورد سرنوشت برخی از کارکنان دیده میشه. موقع آنالیز خود هیولای هاگی‌واگی توجه کنید وقتی که باعث میشیم هاگی در این گودال بیفته، این موجود در حین پایین افتادن به چند تا لوله برخورد میکنه. با هر ضربه‌ای قطرات خون به جا میذاره. این به ما میگه هاگی‌واگی اسباب‌بازی معمولی نیست، بلکه یه موجود زنده داره آناتومیه. دانشمنده میگه We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. این اظهار نظر ماهیت غیر انسانی علمی این موش آزمایشگاهی رو نشون میده. پس آزمایشات انسانی به خوبی با این تئوری مطابقت داره. ممکنه بعضی از کارمندا به یه تلسم اسباب‌بازی زنده تبدیل شده باشن؟ خب به احتمال زیاد بله. موقع مرگ این پیغام ها رو میبینیم. مرگ دائمی نیست و نوآوری کلید است. متشکریم علم. این نشون دهنده احیا و رستاخیز انسانه. این دانشمند میخواست شرکت امروزی پلی تایم رو سر زبونا بیاره. همون تأثیر مشابه بنیانگذار اون الیوت لودویگو داشته باشه که دهها قبل‌تر با ساخت پاپی پلی تایم داشته. این نوآوری چرخش تاریک داشت و از کارکنانی که به نام پیشرفت علمی قربانی شدن هیولایی ساخت. وقت گوش کردن به مصاحبه یک کارمند که برای شخصی به نام استلا گریبر برگزار شده، ما حرفای زنی رو میشنویم که میخواست شادی رو برای کودکان به ارمغان میاره و آرزو میکنه که هرگز بزرگ نشه. So magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. Poof! Human bodies just can't stay young forever. ذهنهای منفعلی مثل این که به سادگی میخوان شادی و نشاط رو گسترش بدن میتونه به سادگی برای مقاصد شوم شرکت پلی تایم استفاده بشه. ممکنه کارمندانی مثل استلا استخدام شده باشن و با هدف نهایی مشارکت در برنامه تبدیل انسان به اسباب‌بازی استفاده بشن. تبدیل این کارگرای ساده‌لوح و آسیب‌پذیر به تلسم‌های زنده به اندازه طبیعی و آغازگر عصر جدیدی از اسباب‌بازی‌هایی که از همیشه واقعی‌تر بودن. خب اگه این نظریه درست باشه و بعضی از کارگران به تلسپای مانند هاگی‌واگی تبدیل شدن، پس چرا اونا دست به جنایت دیوانوار زدن؟ اولین فکر خیلی ساده است: انتقام. با احساس گمراهی و انسانیت به سرقت رفتشون. کارمندای مثل استلا از شکل جدید هیولایی خودشون برای خراب کردن سازندگان خود استفاده کردن. اگرچه که این توضیح نمیده که چرا سایر کارکنان هم مورد خشم خودشون قرار گرفتن. با وجود اینا احتمال دیگه‌ای را هم میشه داد: کنترل. هاگی‌واگی و آزمایش‌های دیگه آزادانه عمل نمی‌کنن، بلکه به طور کامل تحت کنترل یه موجود دیگه باشن. چه موجودی ممکنه باشه؟ شاید یه عروسک خاص با قابلیت‌های خاص.
یکی اونقدر قدرتمند که در یه خونه عروسکی قولپیکر در زیر همون مرکز نگهداری میشه. هیچ کس غیر از عروسک پاپی پلی تایم که در پایان فصل آزادش میکنیم. بذارید بعضی حقایق رو برای این اعتقاد که پاپی کاتالیزور تمام وقایع تا الان بیان کنم و همچنین معماری که پشت قهرمان داستانه که به مرکز برگشت. اولا پاپی پلی تایم در یه بسته نگهداری میشه و این مورد در یه منطقه بسیار امن از مرکز نگهداری میشه. در مسیرهایی که به محل اون منتهی میشه با خراشهایی روی دیوار مواجه میشیم که ما رو مجبور میکنه به عقب برگردیم که خطر در پیشه و تحت هیچ شرایطی وارد نشید. متاسفانه ما انتخاب چندانی نداریم چون با هاگیواگی به دنبال پاپی هستیم. این قسمتی از شواهد شماره 2ه. هاگیواگی فوراً به بازیکن‌ها حمله نمی‌کنه، بلکه بهمون کمک می‌کنه تا به اعماق کارخونه اسباب‌بازی سفر کنیم. حتی در اوایل برای ورود به اتاق برق کلیدی برامون فراهم می‌کنه. فقط وقتی نزدیک لونه پاپی میشیم هاگی ما رو فریب میده تا از برخورد ما با استادش مطمئن بشه. به نظر میرسه در طی سال‌ها تکنولوژی پیشگامانه در اسباب‌بازی پاپی پلی تایم اصلی پیشرفت کرده. سرانجام خودآگاه شده و میتونه ذهن‌هایی که با اون مرتبطه رو کنترل کنه. این در مورد آزمایشات انسانی سقط می‌کنه. همونطور که اونا با همون تکنولوژی اسباب‌بازی خودشون ادغام شدن. پاپی رو به عنوان مغز جمعی در مرکز یه سیستم هوش مصنوعی پیشرفته در نظر بگیرید. مثل ملکه موش‌ها که همه کارکنان دیگه یا در مورد این اسباب‌بازی‌های آزمایشی متصل شدن تا خدمت کنن. اونا یه هدف دارن تا سازندگان خودشونو سرنگون کنن. وقتی ماجرا رو از این زاویه نگاه کنیم، معنای بسیار متفاوت و بسیار تیره‌تری به خودش می‌گیره. اگه این نظریه درست باشه، پس یادداشتی که دریافت کردیم نشون میده کارکنان هنوز داخل مجموعه گرفتار هستن که توسط پاپی و از طریق یک کارمند نوشته شده. پاپی همه چیزو تنظیم کرده. از ما میخواد تا گل رو تا سمت درب ورودی اون دنبال کنیم که به معنای واقعی کلمه بازش میکنیم. اون آزمایشات پلی تایم مثل هاگیواگی رو استفاده کرد تا مطمئن بشه که از مسیر مورد نظر منحرف نشدیم و در طرح اصلی خودش از ما به عنوان گروگان برای فرار از زندانی استفاده کرد که داخلش حبس شده بود. این نظریه زمانی تایید میشه که یه بار دیگه به پیام‌های مهم صفحه نمایش مرگ نگاه کنیم. اونا میخونن من به تو زنده نیاز دارم و هنوز برای مردن خیلی زوده. بلند شو. این پیام‌ها از طرف پاپیه که مستقیما با ما ارتباط برقرار می‌کنه. ذهنش در حال حاضر متصل به خود ما هستش. کل فصل ما رو مجبور کرد که کارهای پاپی رو انجام بدیم و به نظر میرسه فصل‌های آینده ممکنه در تلاش برای مهار مجدد اون باشه و همچنین انجام آزمایش‌های دیگه‌ای که دانشمند در ویدیوی ضبط شده خودش ذکر کرده و فرار با بدنمون که هنوز سالمه. برام جالبه ببینم سازندگان این داستان اپیزودیش در ماه‌های آینده چطور ادامش میدن. اما فعلا امیدوارم از این ویدیو جامع تئوری پاپی پلی تایم لذت برده باشید. ازتونم ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم. تا ویدیو بعدی روز و شب خوبی داشته باشید.